قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستای عزیز، هفته گذشته من عرض کردم که یک مفهومی را ما شما از طفولیت از علما و مساجد و بزرگای خود شنیدیم که ارکان اسلام پنج است، بنیاد اسلام پنج است: یکی شهادت به ای که جز الله معبودی نیست و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاده و بنده اوست. دوم اقامه نماز بود. سه دادن زکات بود. چهار گرفتن ماه مبارک رمضان و روزه بود. و پنجمش حج بود. این پنج ستون، پنج تهداب اسلام عزیز ماست و رسول ما صلی الله علیه و سلم هم در مورد می فرماید که بنی الاسلام علی خمس: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقیم الصلاه و تؤتی الزکا و تحج البیت و تصوم رمضان، او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد عرض کرده بودم که این حدیث خوب ما ایرا فهمان که زیر بنای اسلام، ستون اسلام و تهداب اسلام همین پنج چیز است. سوال ای بود که پس ای تعمیری که سری تهداب ساخته شده است، ای قصر مجللی که سرزی تهداب ساخته شده است، او چی است؟ یا ای تو تعبیر کرده بودم که ای پنج چیز خود تهداب است، خود اسلام چی است؟ خود اسلام چی است؟ هرگاهی تعبیر را کردم که خود اسلام چی است، غالباً در چهره های برادرای خود یک نوع احساس کردم که با مشکل روبرو شدم که این پنج چیز خو ستون و تهداب دین شد. خود دین چی است؟ و این اول بار بود که شما یک تعبیر را گرفتیم. و ما در خود دین التفات نکردیم، توجه نکردیم، او را جدی نگرفتیم. امو بود که شکست ما شروع شده. به عوضی که ما رشد بکنیم عقب برمیگردیم. وقتی که ما اصل قضیه را نگرفتیم، دشمنای اسلام و ادیانی که منسوخ شده است و حتی ادیانی که جایگاه ندارد، اونا هم توقع کردند که ما را به طرف خود دعوت بکند، ما را به طرف خود دعوت بکند. پس عملا می‌بینیم که مسیحی ها هم وارد کشور ما شدند و تلاش میکنند، مبارزه میکنند و پت پت حتی کلیساها را در امی افغانستان عزیز مام جور کرده، با وصفی که زیاد مردم میفهمند که کجا هست. در امی مالستان که جنجال است در امی جا هم بوده و در امی کارت چار وجود دارد و پتکی هم تو کار خود روان کرده است. اونا هم امید از این را کردن که ما میتانیم که یک مسلمان را مسیحی بکنیم.
اون دعا هم امید از ایرا کردن که میتونه یک مسلمان را اوتون بکنه. از او خاطر یک چیز نو را وارد کردن به نام سپورت یوگا. او در اصل سپورت نیست، او عبادت است، شیوه عبادتی است. او را هم بر ما ساختن و در گرد میخواین که به این شکل اونا هم تما توقع کردن. ما مسلمان ها به اندازه ضعیف شدیم که در نشر دین ما و در گسترش دین ما، دعوت به دین ما، ایره از وظایف خود نمیدانیم، ایره از مسئولیت های خود نمیدانیم، در حالی که ما شما مسئولیم در مقابل مشرکین، در مقابل کافر، در مقابل اهل کتاب. ما مسئولیت داریم که اونها را دعوت بکنیم و این پیام بزرگی که از اسلاف ما برای ما آمده است، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ما آمدیم تا مردم را از بندگی بنده خلاص بکنیم و بنده پروردگار بسازیم. جئنا لنخرج العباد من جور السلطان الى عدل الاسلام، آمدیم تا مردم را از زور و ستم سلاطین خلاص بکنیم و به عدل اسلام فرا بخوانیم. جئنا لنخرج العباد من ضیق الدنیا الى سعه الاخره، آمدیم تا مردم را از این دنیای بسیار کوچک و محدود خلاصشان بکنیم و به آخرت وصلشان بکنیم. بناهن ما خواهی کار نمی کنیم، بلکه دیگران طمع کردن که ما را به خود دعوت بکند. عاملی که اتر شدیم و دیگران به ما چنین توقع داشتند و می داشته باشند، به خاطر امین نقطه است که ما اصول و زیربنای اسلام را شناختیم ولی خود اسلام را فراموش کردیم و او التفات نکردیم، او را لازم نگرفتیم بر خود ما تا بهترتر و دقیقتر بدانیم. دوستای عزیز، پس خود اسلام چی است؟ خود اسلام چی است؟ عرض کرده بودم که خود اسلام خوب تعامل با الله، خوب تعامل با خود و خوب تعامل با مخلوق خدا، این اسلام است. هرگاه تعاملت با خدا خراب شد، بفهم که تو خوب مسلمان نیستی. هرگاه تعاملت با مخلوق خدا خراب شد، بفهم که تو خوب مسلمان نیستی. هرگاه تعاملت با خودت خراب شد، بفهم که خوب مسلمان نیستی، در تو مشکل وجود دارد. خب حالا با گذشته‌ای که در رابطه به این بحث کردیم، ما چی کنیم که اسلام را خوبتر بفهمیم؟ زیربنایش خب میفهمیم، نماز میخوانیم، روزه میگیریم، زکات میدیم، حج میریم، شهادت را ادا می کنیم، ولی چرا شکست می خوریم؟ چرا ضعیف هستیم؟ به خاطر که تعامل ما ضعیف است. هرگاه ما تعامل خوب داشته باشیم، ما شکست نمی خوریم. اگر در ظاهر شکست بخوریم، به زودترین فرصت ما غلبه حاصل می کنیم. به زودترین فرصت غلبه حاصل می کنیم. از او خاطر است که تاریخ که بخوانین و مطالعه بکنین، امکان نداره کسی که فاتح بوده باشد او دین کسی را بپذیرد که او شکست خورده است. ولی انگامی که چنگیز، مغلا آمدن کشورهای اسلامی را یکی پی دیگری فتح کردن و گرفتن و حکومتهای خود ساختن، در اوجا مسلمان ها خوب تعامل داشتن با خدا، با خود، با مردم. هرگاه که مغول دید
که به این جامعه که فتح شده یک چیز را خب باید برش عطا میکرد، یک چیز را برش عطا میکرد تا مردم را در او بخشش و عطاها وادار به قبول سیستمشان بکنند. مثلا شما دیدین که روسا آمدن یک سلسله چیزها را پیش کردن که این بخشش های ماستند و کوپون مفت، نان مفت، الاخره پاپلاین تیل، مکرویانه های چیزها را برتان می ساختن. بعد امریکای استعمارگر و جنایتکار آمدن، اینا هم می بینیم که به اشکال مختلف کار می کنن. خب با تفاوت ایزی که اینا می خوان ما را بیگانه بکنند از فرهنگ ما، از ثقافت ما، از تاریخ ما، به فحشا و به رذایل اخلاقی و به این چیزا دعوت می کند و اما دنیا گرایش دنیاوی، جذب مال، نبود فکر حلال و حرام، این چیزا رو بر ما ترخیص می کند. فقط پول پیدا بکن، این مهم است. خب علی مغل آمد مناطق اسلامی را گرفت، باید یک چیز را برای مردم میداد. هر قدر تلاش کردند که یک چیز را برایشان عطا بکنن، چیزی دادن نتانستن. عکس از این را میبینه که مسلمان بسیار نظیف، پاک میبینه، دارای اخلاق بی نهایت عالی، صادق، وفادار، عفیف، عالم، دانشمند، با اخلاق. هر قدر کتزیو که میگشتن، سلطه و سایه مسلمان ها بر اساکرش، به قماندانش میفتید. چند سال تیر نشده بود که این مغل با قدرت اسلام آوردن و مسلمان شدن. دیگرها را در جامعه خود ذوبش کرد، دیگرها را وادار کرد که بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد میبینیم که تاریخ تکرار میشود. انگامی که تعامل یک انسان خوب بود، نیک بود، دین گسترش پیدا میکنه، بدون تفنگ گسترش پیدا میکنه، بدون تفنگ، بدون جبر و اکراه. پس چند نفر تجار رفتن در اندونزیا، در مالزیا، در اوجا از خود تعامل نشان دادن، تعامل با خدا، تعامل با خود، تعامل با مردم. ایره که نشان دادن، مردم اندونزیا گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله. گروپ گروپ مسلمان شدن. عبده هزار جزیره تنها در اندونزیا است و همه گفتن لا اله الا الله. پس تعامل اساس قضیه را تشکیل می دهد. قرآن کریم برای اصلاح تعامل ما ارشاد می فرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. می خواهید خوب تعامل یاد بگیریم، خوب تعامل با خدا، خوب تعامل با خود و خوب تعامل با مخلوق خدا، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. از اوجا سرمشق نیکو بگی، از اوجا الگو بگی، از اوجا روش زندگی تا بگی. چی عجب تعامل میکرد، سبحان الله. ما میخوایم یک دو حدیثی از رسول ما صلی الله علیه و سلم را برتان بگم که پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام چه رقم تعاملی داشت. حدیثی داریم که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در روایتی که انس بن مالک رضی الله عنه و ارضاه می فرماید که کنت امشی مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیغمبر خدا علیه صلات و سلام در راه روان بودم و علیه برد نجرانی
و مبارک بسر چادرش بسرش چادر نجرانی بود، چادر نجرانی که حالی هم عربا یک چادر را سر خود مندازد، همون تو یک چادر را سر خود انداخته بود تا که از گرمی افتاب خود را نگاه بکند. بعد میگه غلیظ الحاشیه، همی چادر اطرافش بسیار غلیظ بود، سخت بود، کرشت بود. فادرکه اعرابی، یک بادیه‌نشین آمد پیش پیغمبر علیه السلام، فجبزه بردائه جبزتا شدیدتا، میگه دست انداخت به چادر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اتو فجبزه کشش کرد، جبزتا شدیدتا، با کش کردن بسیار سخت اون تو کشش کرد. حتی نظرت الى صفحت عاتق رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا که من دیدم به گردن مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم، قد اثرت بها حاشیه، میگه امی چادر، حاشیه چادر میگه در گردن مبارکش اثر گذاشته بود، سرخ گشت به کش کردنش، من شدت جبذته، از شدت کش کردن از این. ثم قال، بازی مردکه گفت که مرلی مما، یا محمد، با گفت که یا محمد، نگفت یا ابل قاسم، نگفت که یا رسول الله، یا نبی الله، ایت نگفت، چی گفت؟ یا محمد، مرلی مما لله الذی عندک، و مال خدا که پیشتست امور خوب بده. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر برش خنده کرد. فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امر له بعطاء، برش متوجه است که رویش برش کنداشت، کسی را گفت که امرایش چیزی کمک کنید. دیدی تعامل را؟ دین را رسول الله انتو رسانده است، در مقابل انسان نادان و انسانی که در مشکل است، مشکلش هم میفهمه. بنام با او تعامل با خشونت نکرد که برو رنگت دگور. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وامر له بعطاء، هر کمک کرد امرایش و او نفر اطمان کرد، خود پسان اندیشیده ما چی کار کردم، درس برش داد، با عمل برش داد که اسلام یعنی چی. مکه مکرمه را فتح کرده است، 12,000 نفر مسلح امرایش است، ایت عسکرهای عادی نی، عسکرهایی که جانش هم مالش هم فدای رسول الله میکند، اما که عسکر قوی. در امی حالت نشسته بود مرد، وارد مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه که ان رجولا اتا رسول الله صلی الله علیه و سلم، مرد آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقام بین یدیه، به حضورش استاده شد، کدام مشکلی داشت، فاخذه من الرعده، یک بار لرزه گرفتش، زبانش کلالت پیدا کرد. ای که حالت که کلالت پیدا کرد، لرزه گرفتش، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر برش فرمود که هون علیک، سر خود آسان بگی، چی گپ است؟ هون علیک، آسان بگی به خود. فإني لست بملک، بخود پاچا نیستم، فإني لست بملک، ما پاچا نیستم، انما انا ابن امرأة من قریش یأکل القدید، فرزند یک زنی هستم که از قریش که گوشت خوش کمی خورد. هون علیک، با خود آسان بگی،
فإني لست بملك ما بخشانستم إنما أنا ابن امرأة من قريش ما يكي أز فرزندان قريش هستم وزنان قريش اتزنه که یأکل القدید گوشت خشک میخورد سر خود آسان بود. ای بود زندگی رسول ما صلی الله علیه و سلم، ای تعاملش بود. حدیث دیگری داریم از رسول ما صلی الله علیه و سلم، مرد آمد امرش در مجلس صحبت کرد، بعد از صحبتش خیست در کنج مسجد پیشاب کرد. که پیشاب کرد صحابه سرش دویدن که لطش بکنه که مسجد جای پیشاب کردن است. پیامبر خدا گفت که مه نکنید، نکنید، مه مه لا تضرمو، پیشاب سرش قطع نکنید، بگذارش. مردک پیشاب خلاص کرد. پیامبر خدا گفت که او مسلمان ها در او جای پیشاب او را پرتیم، او در او جا پرتیم، او جای بشویم. به همین نفر هم نگفت، او انداختن. بعدی مردک رشان برش میگه که این مسجد است، این مسجد است، این صالح نیست از این که این گنده باشد، چرک و مردار باشد، جای پیشاب کردن نیست، بلکه جای تعلیم و تعلم است، جای قرائت قرآن است، جای خواندن نماز است، جای علم است. این بسیار مقبول برش گفت، بسیار مقبول، به پیشانی باز برش گفت. بعد این مردک دستای خود بلند میکند، میگه اللهم اغفر لی و محمدن ولا تغفر معنا احدن، خدای یک مرا ببخش، یکم محمد ببخش، دیگه هیچ کس نبخش. زیر دیگه رخ سرش قار کرده بود. فضحک النبی صلی الله علیه و سلم، باز پیامبر برش خنده کرد و گفت که قد تحجرت واسعا، چرا چیز کلان را خرد میکنی او مردکه؟ بگو خدای مرا ببخش، محمد ببخش و همه مسلمان را ببخش. این تو بگو چرا را خرد کرد؟ عزیزایم، ای کل بدبختی که ما شما داریم، ای کلش بخاطر عزیز که ما با خود خوب تعامل نداریم، با خدا خوب تعامل نداریم و با مخلوق خدا خوب تعامل نداریم. از این خاطر دیگرها امید میکنن که ما را به طرف خود کش بکنند. تعامل ما با خدا اما تو ضعیف است، همه قدر ضعیف است که یک نفر را بگی در راه خداوند متعال با این مدرسه کمک بکو، با این یتیم کمک بکو، با این غریب کمک بکو، خوش کمک کن، باز دلش گرفته می شود. باز می بینیم که والا صاحب ختم قرآن کریم است، چلی است، چلی است، جمعگی است، سال است، صحیح شد نه؟ باز دیگه پول مصرف میکنیم، میکنیم. آخر یک چیز دیگه این برآمده بمانه، چیزای نو برآمد، حالا سال فلان است دیگه. او برادرای گلان، پیغمبر میگه که یک نفر وفات کرد بعد از 30 روز دیگه کدام تجلیلی وجود ندارد. فرق ما با تشیع در همین نقطه است. ما از او خاطر قبول نمی کنیم که یه عاشورا است، یه فلان است، یه دستان است. حال ده ها عاشورا به ما جور شده، هر روز یک نفر که میمره یک عاشورا برش گرفته میره، پول مصرف میکنیم، وقت مردم را میگیریم، از نظر اقتصادی، از نظر اخلاقی، از نظر هر چی خرابی میکنیم. خوشم هستیم که ما با دین میاریم. دقیق شدن؟ این مشکل ما و شماست، مشکل ما و شما داره میجاست. کاش که با سر دین ایره چپنه میکردیم،
پس یک خرافات شخصی است که برو این را باز به نام دین یه تعبیر کردن بسیار ظالمانه هست. پس ما این چله و جمعه و چیزا را میکنیم در ختما که برید فاتحه خانی که بیرون مبرید باز یک دونه کارت در دستت میتنی و برادر گلم این چی هست این کارت؟ اگه این میمانی است خب این صحیح نیست، یعنی خوش هستی که پدرت وفات کرد ماورت وفات کرد برای من میمانی میتی؟ خیرات خونیست و در اصلش میمانی هست، زیرا الله یک برنج تم نمیپذیرد، یک برنج ده قبول نمیکنه که 10,000 دفعه قرآن سرش بخونی، 10 دفعه مولی سر بر دست بلند بکنه خدا قبول کنه خدا قبول کنه، دروغ میگی، تعاملت با خدا صحیح نیست. تو اگه با خدا خوب تعامل میکردی دست راستت که بدهد دست چپت خبر نمیشد، پاداش خود او میدهد، پاداش خود تو نمیتی، من نمیتو. ریاکاری در ما کلان شده است، کل کار ما ریاکار. پس ما رابطه خود با خدا خوب نداره، از این خاطر لذت عبادت را نمیچشیم، لذت عبادت را نمیچشیم، لذت نماز را نمیچشیم، لذت روزه را نمیچشیم، لذت زکات را نمیچشیم، لذت ذکر الله را نمیچشیم، لذت تلاوت قرآن را نمیچشیم، چون تعامل اونجا خراب است. ان الله طیب لا يقبل الا طيبا، پاک بته. تعامل ما با خود ما بسیار خراب است، از خاطر هیچ اطمینان نداریم، خانه لکس داریم، فرش خوب داریم، اولاد داریم، پول داریم، اطمینان نداریم، هیچ لذت نمیبریم، خدا فریب میدیم، گاهی سر و موسیقی خدا میخوایم آرام بکنیم، گاهی سر نانای لکس میخوایم خود را آرام بکنیم، گاهی سر چکرا میخوایم خود را آرام بکنیم، هیچ آرام نمیشیم، چون از خود ما فرار کردیم. نسوا الله نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کردن، خدا جانشان را سرش فراموش کرد. جانش تو فراموش میکنی در فکرت نیستی، خوابت نمیبره، دپریشن داری، تشویش داری، از هستی هایی که وجود داره از خوب استفاده کرده نمیتونی، با مخلوق خدا هم ارتباط ما خراب است، با خانم خراب، با اولاد خراب، با همسایه خراب، صحیح شد، با کلگی خراب، با کلگی بباو گشتیم، با کلگی بباو گشتیم. من را که میبینم میترسم چی رقم است، در حالی که مسلمان خود کسی است که مردم گردش جمع میشود، جمع میشود، جمع میشود، از ما کلگی میترسد. پس از این معلوم میشه که ما خوب نیستیم. قرآن از خاطر به ما میگه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در زندگی پیغمبرتان سرمشق نیکوست. لمن کان یرجو الله، کسی که میخواد خدا را به دست بیارد، در زندگی پیغمبر علیه الصلاه و السلام سرمشق نیکوست. کسی که میخواد خود را به دست بیارد، زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای سرمشق نیکوست. چه زندگی عجیبی داشت. حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید که پیغمبر علیه السلام در خانه ما آمد، بستره را انداخته بودیم، وقتی که پیغمبر علیه السلام در بستر داخل شد، همین لیافه که سر خود کش میکردیم، گفت طرف مسیح کرد که عایشه اعذن لی اعتعبد ربی، عایشه اجازه میتی که پروردگار خود را عبادت بکنیم؟ که ما برش گفتیم که یا رسول الله، با وصفه که جوارت را دوست دارم، خب آنچه که تو سرزو خوش میشی او خوشی ماست. پس پیغمبر علیه السلام خیز که وضو گرفت،
به نماز ایستاده شد. اینقدر طول قیام کرد که من اتو طول قیام را ندیده بودم. رکوع رفت، ات طول رکوع داشت که تو طول رکوع را ندیده بودم. بعد قامه امتو دراز داشت. در سجده که رفتم، اتو دراز سجده بود که ترسیدم که نفس خود را داده باشد. گفت نزدیک شدم دیدم که این دستم به اشکش تر شد. و امیرم میگفت که خدایا مرا ببخش. سبحان ربی الاعلى ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي. امیرم میگفت لحظات رسول ما صلی الله علیه و سلم این تو نماز خواندنش بود و میفهمید که دنیا چی است، ارزشش چی است. با این دنیا به معنای واقعی میدید. میگه دنیا مزرعه آخرت است، کشت آخرتتان است. در این دنیا هر چی که کشت کردی امور میگیری. در روز قیامت برای شما قصرهایتان به حسب عملتان است. باغهایتان را در آخرت به اساس ذکرتان و ارتباطتان به الله میگیرین. اما تو که در دنیای ما تفاوت وجود دارد، در آخرت هم تفاوت وجود دارد. پس به خودتان دلتان بسوزانه که چقدر مردم اند که در دنیا معروف هستند ولی در آسمان ها مجهول هستند. در آسمان ها کسی اونا را نمیشناسد. پس بیاین کسایی باشیم که در آسمان ها ما شما را بشناسد. الله ای توفیق را به ما شما عنایت بکند. برادرایم، ولی اگر خواسته باشین که زندگیتان و تعاملتان که اصل دین است، دین امی تعامل است، ایتان درست شود، سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بخوانید، سیرت پیغمبرتان را بخوانید، بار بار بخوانید، یک بارم نی، بار بار بخوانید. بیش از 100,000 کتاب در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شده است و به حد بر ما شما مهم است که قرآن بر تمیره میگه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. از او سرمشق نیک بگی، او را قدوه بساز در تمام زندگیت. کتاب های بسیار جالب نوشته شده به زبانهای ملی ما شما دری و پشتو ترجمه شده. رحیق مختوم را بخوانین. درس ها و اندرس های اسیرت نبی مصطفی سبعی نوشته کرده است. سیرت نبی را علی سلابی نوشته کرده است، بسیار مقبول نوشته کرده است. به همین کتاب های نوشته شده به نام فقه و سیره. فقه و سیره که چگونگی تعامل تا برد نشان میتن پیغمبر در خانوادهش، بسیار زیبا نوشته شده. پیغمبر در جنگ، پیغمبر در صلح، پیغمبر در تعامل، پیغمبر در عبادتش، زندگیش بگیره. ببینین که چی پیغمبری بود که تا به امروز روشش، اعمالش، کردارش به ما شما نمونه است و صحیح است. سیرت رسول ما صلی الله علیه و سلم صحیح ترین سیرت است، زیرا قرآن و احادیث پیغمبر بازگو کننده از اوست. سیرت جعلی نیست، سیرت اضافی نیست که از خود کسی جور کرده باشد. پس حلال مشکل ما شما مراجعه به سیرت رسول ما صلی الله علیه و سلم است.
مراجعه به سیرت رسول ما صلی الله علیه و سلم است. یکی از مردهای خدا یک تعبیر جالبی داشت. او گفت که تا هنوز رسول الله صلی الله علیه و سلم شناخته نشده. بعد میگه که والله اگر بخوایی پیغمبر را بشناسی و به این همت بگماری ذوب میشی. خیر خلق الله، خدا شاید شما بین به معنای واقعی زندگی پیغمبرتان را ورق بزنین و فکر بکنین، آنن در زندگی تغییر میاد. بعد اون نفری نیست که یک ساعت پیش بودی، متوجهت میکند، معیار برات میدهد. روز مبارک از بسترش میخیزه که پهلوی مبارکش همون تو همون نخچ قرما در اینجا بسته شده است. عبدالله ابن مسعود حضرت عمر برش میگه که یا رسول الله اجازه بده که یک چیزی برتان جور بکنیم، یک توشک مقبول را. فارس انتو داره، روم پاچایش انتو داره. پیغمبر خدا برش گفت که چه میگی؟ من پیغمبر خدا هستم، فقط یک مسافری هستم که آمد زیر یک درخت دم گرفت، آسودگی خود را گرفت و حرکت میکند و ای سهر مگذارد. وقتی ایجا همیشه نیست، همون طرفت. دوستای عزیزم، بیاین که کل ما شما همین ایامی است که رسولتان علیه صلات و سلام به دنیا آمده است، و جالب است که پیغمبر در همین ما آمده، در همین ما از دنیا رفته است. در دوشنبه آمده، در دوشنبه رفته است. خرافات نکنیم، اصلا قرتک مرتک نزنیم، سیرتش بخوانیم، زندگی نامهش بخوانیم، با عادات و روش و اخلاقش خود را سنبال بکنیم، با او تمسک بکنیم، زندگی فردی خود را، خانوادگی خود را، اجتماعی خود را، اخلاقی خود را به او وصل بتیم، به او نسبتش بتیم. انشاءالله خیر دنیا و آخرت نصیب ما و شما می شود. سبحانک اللهم و بحمدک استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرک و اتوب الیک. خب چطور انشاءالله العزیز یک تعهد خود میکنین که سیرت پیغمبر می خوانین؟ انشاءالله العزیز کلتان کار بکنین، یکی از وجایبتان، یکی از کار خانگیتان انشاءالله العزیز امی بوده باشد که ما شما کل ما سیرت را می خوانیم و انشاءالله العزیز در زندگی خود را تطبیق میکنیم. برادرتان مریض است، قرص عبدالحی، خداوند متعال صحت کامل را نصیبش بکنه. الله متعال وسیله تکفیر و گناه ها و رفع درجاتتان بگرداند. و صلی اللهم صلی و سلم و بارک علی محمد.